خواهر جون، دیروز ایرج میگفت تصمیم داره هر چه زودتر با مریم جون عروسی کنه. خدا از دهنت بشنوه. اتفاقا امروز با مریم راجع به عروسیش با ایرج حرف زدم. میگفت خیلی دوست داره که زن ایرج بشه. فکر میکنی خوشبخت بشه؟ البته که خوشبخت میشه خواهر. من در این چند ماه خیلی راجع به ایرج تحقیق کردم. راجع به خانواده‌اش هم تحقیق کردی؟ آره تحقیق کردم. خانواده خوب و سرشناسی هم. جدی میگی داداش؟ آره. پس خودت باید بساط عروسی رو روبرا کنی. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. باید عروسی مجللی براش بگیری. مریم جون کجاست؟ آبجی خونه نیست؟ خواسته شدم باشم. اگه میتونی منو بگیر تو بایستم. الان میگیرم. نمیتونم. خودم بایستم. ببینی چه قشنگه؟ آره قشنگ. از اینجا خوشت میاد؟ آره جای خیلی قشنگه. آره که تو از اینجا خوشت میاد هر روز میای اینجا. میای اینجا گرگم بابا بازی میکنیم. من تو رو از اون بالا میندازم پایین. چطوره؟ به این سیدی میخوای از شرم خلاص شی؟ شوخی کردم. اون بالا تاپ بازی میکنم. اون بالای بالا ها؟ دوست دارم جشن عروسیمون یه همچین جایی برگزار بشه. گفتی عروسی؟ آره باید یه جشن خیلی مفصل بگیریم. تو خونه میگیریم. تو اینطوری دوست داری؟ آره. خیلی خوب باشه. هر جا تو دوست داری. جشن رو ولش کن. منظره رو تماشا کن. باشه دیگه حرفش رو نمیزنم. نگاه کن چقدر قشنگه. نگاه. دوست دارم. در غیاب با دستیرم
تشنه قطر باران آرزو دارم در قیام با دستیرم تشنه یک قطر باران آرزو دارم بمیرم چیه ایرش خان؟ چهتون شده ها؟ نمیدونم ایرش خان ایرش خان مردم دارن دست میزنن ببینم نمیخوای یه آهنگ دیگه اجرا کنی؟ نه نمیدونم نمیدونم بگو یه لیوان آب برام بیار چشم آهای پسر یه لیوان آب بیار ایرش خان ناراحت نباش الان حالتون رو جا میارم الان حالتون جا میاد الان خفه میشم سکو این رو باز کنم ایرج خان تو با این حالت فکر نمی کنم دیگه بتونی برنامه اجرا کنی نه چشم داره سیاهی میره نه بگو یکی دیگه برنامه اجرا کن چند شب پیشم همین طوری شدی چیزی نیست قول میدم تا چند دقیقه دیگه خوب بشی میترسم اگه کسی دیگه بره روسن بخواد برنامه اجرا کنه مردم شلوغ کنن و کابره رو بریزن به هم آخه این مردم به خاطر تو میان اینجا بلند شو چرا نشستی نه بگو یه نفر دیگه برنامه اجرا کنه خیلی خوب چشم ببین چی میگم ایرج خان اصلا حالش خوب نیست آکروباتو بفرست رو سن تا ایرج خان حالش جا بیاد بعدم اعلام کن بعد از آکروبات ایرج خان برنامه خودشو اجرا میکنه چکم من به حالت خیلی خرابه بازه باشه گفتیم بازه باشه بچه ها اینجا وزش خطرناکه بیاین ایرج وزش خطرناکه من حالت خوب میشه بله مطمئن نم چیزی نیست ناراحت نخواهد همین اتاقه؟ بله لطفا شما بیرون تشریف داشته باشین بعدا خبرتون میکنم شما برین دکتر رو بدین زودتر بیان شما همینجا باشین بهش مزکن نزدین؟ نه خیر آقای دکتر قبلنم به این حالت دچار شدی؟ بله آقای دکتر هر چند وقت یه بار این حالت بهم دست میده و آزارم میده چیز مهمی نیست باید یه مقدار از کارتون رو کم کنین و استراحت بکنین متاسفانه نمیتونم استراحت کنم سرتونم درد میکنه؟ بله آقای دکتر خیلی سرم درد میکنه بدنتونم سرد میشه؟ نه خیر، ابدا، نه چیز مهمی نیست من دستورات لازم رو به ایشون میدم آقای دکتر، کی میتونم مرخص بشم؟ چند روز دیگه دکتر، من خیلی غذا بهش سوپ رقیق بدین و چند تا مسکنم بهش بدین اگه بخواین زیاد کار کنین و استراحت نکنین وضعتون خیلی بدتر از اینا میشه این دفعه خیلی شانس آوردین چون به موقع شما رو رسوندن اینجا امر دیگه ای ندارین دکتر؟ نه آی دکتر خیلی متشکرم امیدوارم دیگه مزاحم نشم استراحت کن
هیچ ناراحت نباشین، قول میدم زود خوب بشین. الو؟ بله بفرمایید. اسم مریضتون چیه؟ فرمودین ایرج چی آقا؟ با من کار داره خانم، متشکرم. بفرمایید. الو بله. حالش خوبه. خدافظ خانم. این آمپولی که به تزریق کنم، قول میدم دردت کمتر میشه. اگه حالم خوب میشه حرفی ندارم، تزریق کنی. خواهش میکنم به پهلو بخوابیم. چشم. متشکرم. من رو این تخت خسته شدم، کی مرخص میشم؟ مرخص میشی؟ دردت اومد؟ نه، میتونم کمی را برم؟ نه. اوه 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 بی انصاف. حالت چطوره کوچولو؟ برو تو اتاق پیشش تنهاست. متشکرم. بس سلام ایرج جون، میبینم همچین راحت گرفتی رو تخت دراز کشی. من همچین راحت هم نیستم فراد، از بس اینجا خوابیدم پاهم خوش شده. عوضش رنگرود خیلی باز شده. رنگروم باز شده، اینقدر به این پامو به یکی پام آمپول زدن که دیگه جای سالم برام نمونده. جون من اگه یه چیزی بپرسم برای چه میگن؟ دکتر گفته باید استراحت کنی یا خودت دلت میخواد اینجا بمونی؟ خب معلومه خودم، چون از کار کردن خسته شدم میخوام استراحت کنم. چی رو میخوای استراحت کنی؟ بلش بریم سر کارت، برو مسخره کردی. خوب بشم میام. ایرج خان، فردا بناست جواب آزمایش خونتونو بدن، من خودم میرم آزمایش کنم. شما این چند روزه واقعا منو شرمنده کردی. وظیفمو انجام دادم، کار دیگه ای نکردم. شما مریض خیلی خوبی هستین. من تا حالا نرسی به خوبی شما ندیدم. به مریضاتون خوب نرسی. خجالت هم میدید. خب بگیم ببینم فرید خانم، شما تا حالا ازدواج کردی؟ چطور مگه؟ آخه از اخلاق و رفتار شما خیلی خوشم اومده. دختر خوبی هستی. سلام. سلام. سلام ماما. سلام. تو حالا کجا بودی؟ رفته بودم خونه ایرج، مستخدمش گفت چند شب خونه نیومده، بعد رفتم کاباره. خب چی گفتن؟ مثل اینکه خیلی ناراحتی. چیزی نیست ماما، من برای ایرج خیلی نگرانم. چه اتفاقی افتاده؟ من که مادرت هستم نباید بفهمم؟ چرا مامان؟ من همیشه همه چیزو براتون گفتم. ایرج چند شبی که کابارم نرفته. کابارم نرفته؟ نکنه بلایی سر شما؟ خیلی ناراحتم، نمیدونم چی کار کنم. امیدت به خدا باشه مادر، هرچی باشه پیداش میشه. ماما به نظر شما بهتر نیست به پلیس خبر بدیم؟ خدا میدونه من برای اون چقدر ناراحتم. نه بهتره به پلیس اطلاع ندیم، چون ممکنه خودش پیداش بشه. فعلا برو بگی بخواب. خدایا خودت سالم برش کرد. اینقدر اصرار نکن، امشب نمیتونم بیام. خانم خواهش میکنم منو را بندازی، نتیجه آزمایشو به هم بدین. گوشی گوشی، یه دقیقه گوشی دستت. نتیجه آزمایش کی؟ نتیجه آزمایش مهدیان، و من کار دارم باید برم. بیا. متشکرم. بیا میان اونجا میبینن تو برنامه نداری، میذارن میرن. باور کن هر شب کلی ضرر میدی. خب مریضم میگه چه کار کنم؟ من میدونم تو کاری نمیتونی بکنی، مریضیه دیگه، چه میشه کرد؟ نامزده چند دفعه اومد کاباره، ما نگفتیم تو بیمارستانی. سلام. 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 شما بفرمایید. چشم. حالا چطوره؟ آی دکتر، نتیجه آزمایشات من چی شد؟ مثبت. باور کنی رو این تخت خسته شدم. چرا وایسادی؟ بشین. آقای دکتر ممکنه به من بگین اون چشه؟ آره جانم بیا. آقای دکتر حقیقت رو بگین. حقیقت اینه که
دوست شما به سرطان خون مبتلا شده. سرطان خون؟ متاسفانه بله. خدای من، اون نباید از این موضوع چیزی بفهمه. نباید چیزی بفهمه. من خودم خوب همه چیزو میدونم. برای دختری که قراره با هم ازدواج کنه ناراحت، اون خودشو میکشه. قسم داشی همچی که رسیدیم تو محل، باور کن داشی همچی که رسیدیم تو محل، آدم بود که دنبال سوراخ موش میگشت. ما رو میگی؟ کلی کیف کردیم و با خودمون گفتیم رجب شخان، حالا وقتشه که نفس بگیری. ایوالله بابا، ایوالله. سینه رو صاف کردیم، همچی که اومدیم داد بکشیم یه وقت چشمتون روز بعد ندونه دیدیم سر و کله علی عثمت پشمی پیدا شد. با خودمون گفتیم رجبی، حالا دیگه موقعشه که تو روش وایسی و حرف دلتو بزنی. بابا دمت گرم. خب بعد چی شد؟ آخه ما یه وقتی خاطر آبچی علی عثمت پشمی رو میخواستیم و دلمون واسش میشنگید، ولی داشتش خوش نداشت ما آیزنش بشیم و واسه همینم بود که خوش داشتم تو محل روشو کم کنم. آره دیگه، ایوالا نازن عطقه. خلاصه ختم کلوم، سینه رو سفر کردیم رفتیم طرف حریف، اما انگاری جربوزه ما باد علی عثمت پشمی رو خالی کرده بود. حالا هر دو با ده وجب فاصله مثل یل رو در روی هم رسیده بودیم. خب یه نگاه از ما، یه نگاه از علی عثمت پشمی، بعد اینه دو تا گربه تو چشای هم براخ شده. گفت کار نداری؟ گفتم من نه. تو چی؟ گفت نه. گفتم منم نه. بعد مثل اسبی که به نلبندش نگاه کنه از کنار هم رد شدیم. از اون روز به بعد تمام بر بچه های محل یه جور دیگه ای رو ما حساب میکنن. خیالشون میرسه ما یک تنه هفت هشت رو حریفیم و میتونیم حساب هرچی نالوتیه بابا. ایوال بابا ببینید چی اومد آقا چنگیز خودمون. به به آقا چنگیز خودمون، پارسال دوست امسال آشنا بفرما. نالوتی اقلا یه سری به ما میزدی. قلیونه بده سر اون بیاید. بلنشو بیا، میخوام دوتا کلام خصوصی باید حرف بزنم. رو چشمم بایدزه. خواهش میشم. آخه کی از زندون آزاد شدی؟ والا یه چند روزی میشه، تقریبا 6-7 روزی هست. حالا میای پیش من ها؟ چی میشدی؟ این 6-7 روز کجا بودی؟ از زندون که آزاد شدم یه راست رفتم اهواز پیش مادرم، چون خیلی دلم براش تنگ شد. میفهمم چی میگی. خب حال مامان چطور بود؟ نه اینقدرم حالش خوب نبود، مریض اول بود. ببینم تو فعلا جای سوار کار شدی یا نه؟ نه تو بمیری. میخوام برای من کاری انجام بدی.
ببینم تو تازگی فریده رو دیدی؟ نه ندیدم. آقا چی میخوام؟ میخوام از امروز فریده هر جا میره تعقیبش کنم. البته خودم دورا دور مواظبت هستم. نبودیم نبودی زیاد مهم نیست. ولی بعد به هم بگی منظور از این تعقیب چیه وگرنه من نیستم. فقط میخوام بفهمم زندون بودم با مرد دیگه بوده یا نه. مرد دیگه؟ فکر. حالا که اینطوره بزن قدش. اینم قدش. میدونی تو زندگیم هیچ کس دیگه‌ای به اندازه تو برام عزیز نیست، باور کن. خیلی دوست دارم بدونم به چند نفر دیگه این حرفو زدی؟ به غیر از تو به هیچ کس نگفتم. من به محبت تو احتیاج دارم ایرج. تو ماشین گفتی میخوای چیزی بهم بگی. شنیدم شوهر سابقم از زندان آزاد میشه. میترسم بیاد اینجا و مزاحمت برام ایجاد کنه. مگه تو شوهر داشتی؟ آره، تو زندون که بود ازش جدا شدم. من نمیخوام تو این کار دخالت داشته باشم. ولی تو باید دخالت داشته باشی، باید بهم قول بدی کمکم کنی. چرا از اون جدا شدی؟ آخه میدونی به خاطر اینکه اون از من توقعاتی داشت که من نمیتونستم از عهده‌شون بر بیام. روزای اول که نامزد بودیم جوون خوب و سر به زیری بود، ولی وقتی ازدواج کردیم فهمیدم آدم کثیفیه. به خاطر منم افتاد تو زندون. چرا؟ اون هر شب تو این خونه بساط قمار را مینداخت. تو این که چند وقت پیش یکی دوتا از رفقاش بود زیادی باختن و شروع کردن به من توهین کردن. اونم با اونا درگیر شد، پلیس سر رسید و شوهرمو دستگیر کرد. خب تو فکر نمیکردی وقتی اون به خاطر تو داره زندانی میکشه بالاخره آزاد میشه، بازم میاد سراغت و میخواد با تو زندگی کنه؟ نه، ولی من دیگه فراموشش کردم. یعنی گذشت زمان همه چیزو عوض کرد. آفرین به این همه انسانیت. از کجا معلوم که اون شب و روز به فکر تو نباشه؟ حتما خیلی دوست داره. خب بگذاریم. من از اون مرد بیزارم. در زمین برای اون زن فراوونه. تو اشتباه میکنی فریده. اون مرد به تو علاقمند بوده که به خاطر دعوا کرده و افتاده زندان. خواهش میکنم فراموشش کنی ایرج. فعلا من در کنار تو احساس خوشبختی میکنم. من از اون مرد طلاق گرفتم. همه چیزو بهم گفته بودی غیر از جریان شوهرت. گوش بده فریده، اون مرد مدت ها با تو زندگی کرده، تو رو دوست داره. من به خاطر انسانیت نمیخوام با اومدن شوهر سابقت از زندان بارقم روی دوشش سنگینی کنه. بهت قول میدم اون بهتر از من میتونه تو رو خوشبخت کنه. ولی من با تمام وجودم تو رو دوست دارم. نه، در این مورد زیاد عجله نکن. راجع به این موضوع بعدن با حرف میزنم، چون الان وقت ندارم. باید برم به کارم برسم. فردا ضبط آهنگ دارم، میام تو رو با خودم میبرم. امروز دلشوره عجیبی منو گرفته. امشب منو بیا ببر یه طرفی. نه، خونه باشی بهتره. نمیخوام تو خونه تنها باشم. شب منتظرتم، دیر نیایی یا خواهش میکنم. من دیگه رفتم. خدافظ. بله. درست یک هفته است که هر روز یا تلفن میزنن یا برای دیدن تو میان اینجا. اگه جرأتشو داشتم خودم از این زندگی لعنتی راحت میکردم. تو از چی نگرانی؟ از این نگرانم که اون یه روز موضوع مریضی منو بفهمه. مریم دختر حساسیه. خب آخرش چی؟ سعی میکنم به یه وسیله‌ای اونو از خودم متنفر کنم. شاید منو فراموش کنه. تو فکر میکنی اون به همین سادگی از تو دست برمی‌داره؟ در هر حال من ازت خواهش میکنم هیچ وقت راجع به مریضی من با مریم و خانواده‌اش صحبتی نکن. بذار این راز بین من و خودت مخفی بمونه. ایرج جون، تو از من مطمئن باش. خدافظ. امیدوارم اصلا مریض نباشی. Thank you.
گلج اومدی؟ آره، خودم هم توقع نداشتم به موقع بیام. خیلی متشکرم که منو تو خیابون منتظر نذاشتی. پسری به خوشخلی تو تاله ندیدم. خیلی هم ممنون. خب کجا باید بریم ایرج جون؟ باید بریم استودیو برای ضبط آهنگ. خیلی خوب. با ماشین من میریم یا با ماشین تو؟ با ماشین من میریم. چرا وایسید؟ بریم دیگه. بفرمایید خانم. متشکرم. دیشب صدف تلفن زدم نبودی؟ مگه بهت نگفتم جایی نری؟ ببینم دیشب کجا بودم؟ هیچی، تنهایی تو خونه حوصله‌ام سر رفته بود. رفتم خونه مامانم اینا. من تصمیم گرفتم استعفا بدم و از سر برج دیگه بیمارستان نرم، چون نمیتونم دوری تو تحمل کنم. استعفا بدی؟ هیچ کار عاقلانه‌ای نمی‌کنی. چرا به خاطر من می‌خوای این کارو بکنی؟ چون دوستت دارم، می‌خوام پیشت باشم. این کار تو واقعاً دیوونگیه. هیچ زن عاقلی به خاطر یه مرد زندگیشو تباه نمی‌کنه. آخه من دیوونه‌ای تو هم چیکار کنم؟ میخوام خوانندگی رو ول کنم، پرستار بشم. خدا کنه مریض نشه. من مدت هاست مریضتم. حالا که آزاد شدم برگشتم پیشت که دوباره زندگیمون رو شروع کنیم. امیدوارم که موافقت کنی. متاسفانه خیلی دیر اومدی. مثل اینکه از اومدن من زیاد خوشحال نشدی. نبودن تو خیلی چیزا رو عوض کرد. عوض کرد؟ مگه من به تو گفته بودم درگیر بشی که بیافتی زندون؟ تو میدونی چی داری میگی؟ من به خاطر تو رفتم زندون. به خاطر تو تمام هستی و نیستی ما از دست دادم. نکنه زیر سرت بلند شده؟ اتفاقا درست حد زدی. من مسیر زندگی ما عوض کردم. تو روز اول به من نگفته بودی ناتوانی جنسی داری. من اجبار داشتم از تو طلاق بگیرم. عزیزم دوست دارم. بلم کن. اگه بخوام تو با مرد دیگه ای تحت دوستی ریختی، هم تو رو میکاشم هم اونو نابود میکنم. تا عام داری باید تنها زندگی کنی. من میرم ولی باز برمیگردم. سلام، حالا چطوره؟ شوهر سابقم از زندان آزاد شده، امروز اومد خونه پیش من. اومده بود پیش تو؟ میدونم برای چی اومده. میخواد با داشته
به نظر من بهتر باش آشتی کنی. ایرج گوش کن، از من نخواه این کارو بکنم. اون دیگه نمیتونه در زندگی من وجود داشته باشه. این حرفو نزن. ایرج من عاشق تو هستم، هیچ کس نمیتونه جای تو رو تو قلب من بگیره. منم به تو علاقمند شدم. خب بعدم میبینمت. میبخشی ما زهنیتون شدم دایی جون. خواهش میکنم. دایی جون ازتون خیلی متشکرم که همراه من اومدین تا ایرج رو پیداش کنم. وزیدم پردام میریم میگردیم شاید پیداش کنیم. فعلا خدافز. خدافز دایی جون. اسبارمون بند شد و ما افتادیم زندون. زد به سیم آخر، ازم طلاق گرفت. وقتی که از زندون آزاد شدم رفتم سراغش، گفت دیگه نمیخوام ببینمت، گفت بهتر هر چه زودتر اینجا بری. دیگه امری نداری؟ هیچ طلاق نداشتم اینطوری تو رون بایزه. براش خیلی زحمت کشیده بودم ولی اون به من ناروزم. قربون خودم که اهل زن و این حرفا نیستم. تو این مدتی که زندون بودم میدونی بچه ها با یه آدمی آشنا شدم که برام خیلی جالب بود. داشتی یارو میگفتی؟ آره یارو یاری بود، مشت به دیوار میزد، ستم به دیوار بود. از زندون که آزاد شد رفقا اینقدر بهش نامردی کردن تا بالاخره مجبور شد خودشو بکشه. خیلی جوون خوب. اینقدر ناراحت نباش، قسمتش این بوده. ای بابا بی خیال این حرفا، به فکر خودت باش که رفقا نامردی کردن و دوا گذاشتن تو جیبت. ما تو زندگیمون رفیق نامرد زیاد داشتیم، همیشه هم گذشت کردیم. این دفعه دیگه کارت به استخون رسیده، میخوام انتقام بگیرم. خب دیگه زد زیاد، خوش بری بشین داشت بشین. با اجازه برین. خدا نگهدار. خوش اومدی. خیر پیش. زیر دست نشیم. من ناراحتم، میخوام بمیرم. ناراحتی چیه؟ ناراحتی من؟ من سرطان دارم، سرطان خون دارم، منو بکش. سرطان؟ خب برو خود کشی کن، چرا میخوای منو درد سر بزنی؟ تو منو بکش، هر نمیست اون مردکی میخوای بهت میدم. گوش کن رفیق، ما نوشته با این چیزا حالیمون نیست. یه دفعه آمدیم به خاطر یکی فداکاری کنیم، افتادیم توی درد سر. اون حرفایی که زدی دروغ بود؟ دروغ. میرم کاری داشتیم؟ چندیس خان شمایی؟ بله خودم هم. کریم آقا اینجاست؟ نه اینجا نیست. شنیدم خوب پول میبره. پول؟ چه پولی؟ آره داشت باز حق ما هم برسه. حق؟ چه حقی؟ زود پولارو احکام بیاد نگرانه. چیه؟ چه خبر شده؟ تو اینجا بایست. کریم آقا و سرت از رفقای ما رو آوردیم یه لخت کرد. آره لختشون کردی، باید پولاشون پس بده. من نمیفهمم این مزخرفات چه میگی؟ اصلا اینجا آمدین که چی؟ سرمایی زده همه ما رو لطفا کرده. آخ چه شد؟ آه
جناب سرمانی ارشد تو صورت قاور را میندازه و مردم رو لاخ میکنه. جناب باور کنید دروغ میکنه. چرا؟ جناب سرمانی چی واسه بگرده؟ من این کاری نیستم. چرا تهمت میزنی؟ جدا نیستی. تو یه امر داری پول قاچاق میخوری. جناب سرمانی خونه چی کرده قمار خونه؟ چرا تهمت میزنی؟ به قیافه مظلوم نگاه نکنه. باور کنید که تو من از دست آسایش ندارم. چرا تهمت میزنی؟ چرا تهمت میزنم؟ دیگه شب گردین این دعوا فروشه. من چیزی ندارم پرستم. حالا خودم نشونه تو میزنم. پکره در نیاره. دیدیم گنستر جان سرمان. نه دیدیم جان سرمان. ببریمش. نبودی. نبریمش. جان سرمان باید چلک زدن. این رقل نمیگفتیم. حالا که شما هم فهمیدیم. ما هم میگم کنه ترید. حالا فهمیدی که دروغ من. تو مرد خیلی خوبی هستی. خیلی خیلی هم خوب نیستم. ولی اونا با این کارشون آبرو حیثیت من برد. اگه کاری از من برمیاد بگو انجام میدم. برو بابا حال نداری. اصلا تو چه کاری میتونه برای من بکنی؟ میرم دخل همش رو نمیدم. دخل همش رو نمیدم. کجا میخوای بری؟ میخوام برم کپ و لالا بکنم. میخوام ازت خواهش کنم راجر من یکمی فکر کنی. به کمک تو من احتیاج دارم. اگه منو بکشی بهت قول میدم هیچ کس از بستگان من از تو شاکی نشه. مره بابا تو هم دل خوش داری. آمیل زیرش می چیکو؟ تو هم اینو من تنهایی نه؟ عجب دارم. برای که تو هم تنهایی میخوام باید دوست بشم خوزم تو قربون اون معرفته منو نذاشتی امشب تنها بمون بازم وفای سر چیکو؟ چیکو اونجا چی کار میکنی؟ چیکو این موقع شب چرا از خونه اومدی بیرون؟ سگ نازی هست بگوره اون ایوا ایرش توی؟ این چند روزه کجا بودی؟ همه ما نگران شده بودیم. یاسه چرا رو زمین نشستی؟ چه میخوای؟ تو حالت خوب نیست، مستی. آه علی بیا کمک کن ایرج رو ببریم بالا استراحت کنه. اینطور که معلومه حالش خیلی خرابه. میدونم حالش خرابه، بلندش کن ببریم بالا استراحت کنه. ایرج خان بلند شو بریم بالا استراحت کنه. خودش که نمیتونه بلند شه، حالش خرابه. زیر بغلش رو بگیر بلند شو. ایرج خان بریم بالا استراحت کنه. بلند شو ایرج خان، کمک کن ببریمش بالا. یارش خرابه. بهت قول میدم که دیگه مشروب نخورم. باور کن این چند روزه خیلی ناراحت بودم. بگو ببینم این 5-6 روز کجا بودی؟ حتی یه تلفن هم نزدی. منو دایم جایی نبود که دنبال تو نگردی. با یکی از رفقام رفته بودم شمال. سلام ماما. سلام خانم. سلام. از ما قهر کرده بودی ایرج خان؟ اختیار دارین. از اینکه بی خبر رفتم شمال معذرت میخوام. دیشب حالت خیلی بد. به مریم قول دادم دیگه مشروب نخورم. میبخشین که دیشب مزاحمتون شدم. این حرفا چی؟ خب بگو ببینم برای چی رفته بودی شمال؟ رفته بودم یه باغ رو معامله کنم. آها پس رفته بودی شمال باغ بخری. دیگه منو تنها نذاری. چشم تنهات نمیذارم. اگه جرأت گفتنش نداری براش پیغام بفرست. آره لعنت کن. ایرج مگه تو دیوونه‌ای که میخواستی خودتو بکشی؟ اونم به خاطر یه دختر. ای
من خیلی معذرت میخوام که سر زده و بدون قرار قبلی خدمتون رسیدم. خواهش میکنم. میدونی بعضی وقتا مسائلی در زندگی پیش میاد که آدم مجبور میشه برای خدمت به هم نوعش به هر طریقی که شده تلاش بیشتری بکنه. معذرت میخوام، ممکنه واضح تر صحبت کنم؟ آخه میدونین من دوست ایرج خان هستم. چی؟ دوست ایرج؟ بله، اون به من قول ازدواج داده. وقتی چند روز پیش ایرج رو با دختر خانمتون دیدم خیلی ناراحت شدم. آخه منم جوونم خانم، منم احساس دارم، منم میخوام زندگی کنم. منظورم اینه که هیچ زنی نمیتونه رقیب خودشو ببینه. خواهش میکنم خانم، ادامه بدی. خانم من ایرج رو با تمام وجودم دوست دارم، نمیخوام اونو مفت و مسلم از دست بدم. براش خیلی زحمت کشیدم، اومدم اینجا بهم کمک کنی. خب خانم، چه کمکی از دست ما برمیاد؟ یعنی چی کار میتونیم براتون بکنیم؟ تنها خواهشم اینه که از دخترتون بخواین از سر راه ایرج بره کنار. ولی خانم محترم، تا برای من محرز نشه که شما با ایرج چه رابطه‌ای دارین و مدرک قانع کننده ای نشونم ندین، نمیتونم از ایرج دست بردارم. من چه مدرک قانع کننده ای میتونم بهتون نشون بدم تا براتون محرز بشه؟ من ایرج رو خوب میشناسم، ولی اون تا حالا در این باره با من حرفی نزده. خیلی خوب، اگه ایرج رو خوب میشناسین باید بهتون بگم زمان زیادی نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون سرطان داره. شما که میدونین ایرج سرطان داره، پس چطور خودتون میخواییم با هاش زندگی کنیم؟ به خاطر اینکه من با تمام وجودم دوستش دارم. ولی من بیشتر از شما ایرج رو دوست دارم. چند روز دیگه میبرمش مشهد و از امام رضا میخوام که اونو شفا بده. هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. مرسی، از شما خیلی متشکرم. خواهش میکنم. از آشناییتون خوشبخت شدم. منم خوشبخت شدم.
میشه رفته رفته میگذره هرچی که باشه سال و ما روز و هفته منم اون ابری که میخوام توی شور زار بباره چشمای منتظر من توی حسرت بهاره پا گرفت جای شاد غم عالم توی سینه من که خورشیدم و حتی توی خوابم نمیبینم 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 بلیط رزرو کردم بریم مشهد. برای کی؟ پس فردا. چه قرار داشتی؟ با من؟ من چنگیز خانم. آه چنگیز خان، من مسافرم باید برم، نمیتونم شما رو ببینم. درسته، من نامزد دارم، دیگه نمیخوام ببینم. آقای چنگیز خان، من دیگه از مردن منصرف شدم. من هر طور شده باید تو رو ببینم. من فردا مسافرم، نمیخوام برم مشهد. وقتی برگشم بهم تلفن کن. باید اون شب بهم گفتی که تو رو بکشم، ولی من قبول نکردم. حالا تصمیمم عوض کردم. فکر میکنیم بود اون جریان تموم شد، شوخی کردم. من میکشم. خواهش میکنم مسئله کشتن رو فراموش کن. من میخوام با نامزدم ازدواج کنم. اصلا با من چی کار داری ها؟ یه بیقرارم باز برو کشتن. من دیگه از کشتن مردن منصرف شدم، شنیدی؟ چی؟ چرا منصرف شدی؟ به تو نخواستی من بکشم؟ بله من دارم میرم مسافرت، از مشهد برگشتم با هم صحبت میکنیم. چه زمانتی میخوای آقا؟ یه حرفی زدم تموم شد رفت. آقای عزیز، آقای چنگیز خان، من اون شب مسئولم چیزی گفتم. بگم غلط کردم ولم میکنی؟ بنی هاشم خورشید لقا عباس ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس با
با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، دست همه مسکین گیر از بحر خدا عباس. اسم کل عظیم و عظم العجل الاکرم حق محمد آل محمد. یا الله یا الله یا الله. السلام علیک یا صاحب، السلام علیک یا شریکت القرآن و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا غریب القربا، السلام علیک یا معین الضعفا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبول باشه ایشالله، قبول باشه. خانم بفرمایید، خواهش میکنم میل کنید مادر بلند شو از خانم پذیرایی کن. چشم، اول آجیل رو تعارف کن. چشم، بفرمایید. خیلی ممنون، انشالله به مرادت برسید. قربون شما برسید، بفرمایید. انشالله قبول باشه. خدا حاجت تو رو بیشتر برداری، بفرمایید. مرادتو بده انشالله خدا قبول کنه. قربون شما، قبول باشه انشالله. مرسی، خیلی ممنون. از شما درد نکنه. بفرمایید خانم، بفرمایید. چه فرمیش داریم؟ آقا هستم. نه خیلی نمیدونی کجا رفتن؟ رفتن شمال. نمیدونی کی برمیگردن؟ نه به من چیزی نگفتم، ولی فکر کنم یه 7-8 روزی اونجا بمونم. من یکی از دوستای آقا هستم. کجای شمال رفتن؟ رفتن نوشهر، چند روزی رفتن ویلای شخصیشون استراحت. ویلاشون خیلی قشنگ بود، تازه خریدنش. سلام. سلام، خوش اومدین. شب خیلی خوبی بود. آره خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، به من که خیلی خوش گذشت. ایرج تو بی خود ناراحتی، هیچ چیت نیست. چرا نمیخوای این موضوع فراموش کنی؟ عزیزم باور کن من برای تو ناراحت. آخه چرا این فکر و خیال رو کنار نمیذاری؟ تو داری نابود میشی. مریم خواهش میکنم اینقدر خود تو رنج نده، همه چی درست میشه. ایرج تو که وضع مالیت خوبه، میتونی مرتب خونه تو عوض کنی. من باید با دکترم حرف بزنم، شاید متقاعد بشه. این کارو فردا انجام بده، چقدر آخه من زجر بکشم. باشه عزیزم، به خاطر تو همه کاری میکنم. مرسی ایرج جون، خونه تو عوض کنی راحت میشی. آه تو امروز خیلی خسته شدی، بگی بخواب. شب بخیر. خب دیگه ایرج، ساعت 11 است، من باید ساعت 2:30 تو پلاژ باشم. اشکال نداره، من خودم تو رو میرسونم. نه ایرج، تو هم باید با ما باشی. آخه میدونی من یه مقدار کار دارم. کار چیه؟ تو هم باید با ما بیای. میدونی پلاژ امروز خیلی شلوغه، یه روز دیگه با هم میریم. خب باشه. درخت
در قیام باد سیدم تشنه قطر باران آرزو دارم بمیرم ببخشین آقا، یه خانمی اومدن با شما بگو بیار تو. چشم آقا بفرمایید. سلام. سلام، چه فرمایشی داری؟ من با ایرج خان کار داشتم. ایشون رفتن مسافرت، چی کارشون داشتی؟ موضوعی پیش اومده که باید هر طور هست بهشون خبر بدم. اگه فرمایشی هست بفرمایید، و اگه کاری هست که از عهده من برمیاد بگیم، چون ممکنه ایشون با من تماس بگیرن. پس میتونم جریانو بشنوم؟ بله بفرمایید خانم، خواهش می‌کنم. بفرمایید بشین. مرسی. ایرج، اون 10 روزی که اینجا هستیم به من خیلی خوش گذشته. روحیت خیلی عوض شده، رنگ و روتم باز شده. باید قول بدی تا رسیدیم تهرون بساط عروسی رو روبرا کنیم. نمیتونم، باید نظر دکترمو بپرسم. نظر دکترت برای من اهمیتی نداره، چه سالم باشی چه مریض، هر چی میخوای داشته باش. میدونی ایرج، من تو رو با تمام وجودم دوست دارم. باید ببینم دکترم موافقت میکنه یا نه. تو تنها عشق منی، باور کن عزیزم، غیر از تو هیچ کس دیگه برام مطرح نیست. من میدونم که تو غیر از من زن دیگه ایرم دوست داری. چرا تو حقیقتو به من نمیگی و از من پنهان میکنی؟ باور کن، من چیزی رو از تو پنهان نمیکنم. من میدونم که تو به یه زن قول ازدواج دادی، همون زنی که خودت فرستادی خونمون. فکر کنم موضوع سرطان یه بهانه است. آخه چرا نمیخوای حقیقتو به من بگی؟ پس گوش کن، اون زن نرس بیمارستانی بود که من بستری بودم. من سرطان دارم، سرطان. ایرج، چرا اون زن به من نگفت که نرس بیمارستانه؟ چرا گفت که تو بهش قول ازدواج دادی؟ حتما خواستی بفهمی که من واقعا به تو علاقه مندم یا نه. اینطور نیست، من تو رو با تمام وجودم دوست دارم. باز کن. یا الله اقدس، کی بود؟
سلام. علیکی سلام، حالت چطوره؟ خوبم، بفرمایید. ببینم خواهرم کجاست؟ کنار استخر نشستن، بفرمایید. خب متشکرم. حالت خوبه؟ برای بچهات خوبه؟ بد نیستم. آقاتون خوبه؟ خوبه، مرسی. سلام، منو برسونیم بهش. چشم، حتما، بفرمایید. متشکرم، متشکرم. شما برو به کارت برس دیگه. چشم. سلام خواهر جون. سلام داداش. حالتون چطوره؟ تو چطوری؟ شما بفرمایید. خیلی متشکرم. خب برای بچه‌ها چطور؟ چه عجب از این طرف داداش جون. والا بدک نیستن. یه مژده برای مریم دارم. امروز از کابره بهم تلفن زدن، گفتن از بیمارستان بهشون اطلاع دادن که ایرج سرطان نداره. ورقه آزمایش خونش با کسی کم اسمش بوده اشتباه شده. من از اولش میدونستم که اون سرطان نداره. خب بهتره بهشون تلفن بزنم و هر دوشونو خوشحال کنم. من میگم اگه موافق باشین سرزده بریم پیششون، خیلی بهتره. با اتفاقا فکر خوبیه. تو نمیدونی اگه مریم این خبر رو بشنفه چقدر خوشحال میشه. بله همه جا خواهش میکنم. بله داداش نمیفهمم، آخه چطور تو آزمایشگاه اشتباه کردن؟ خب اتفاقی میفته دیگه، تو صد هزار تا یکی اینطوری میشه. میدونم، ولی من اصلا نمیتونم باور کنم که آزمایشگاه همچی اشتباه بزرگی بکنه. نه خواهر جون باور کنین، شده. اگه مریم ما رو اونجا ببینه چون سرزده رفت پیششون شاخ در میاره. آره حالا تو برو کاراتو بکن، من برم خونه اطلاع بدم و برگردم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله سلام. سلام، شما؟ من فریدم. کجایی؟ اومدم نوشهر باهات کار دارم، میخوام تو رو ببینم ایرج. با کی؟ خودم تنها اومدم، باهات کار واجبی دارم. شماره من از کی گرفتی؟ شمارت از مرکز گرفتم. خواهش میکنم خوب گوش کن چی میگم ایرج. بر من مهم نیست که تو منو قال گذاشتی اومدی شمال، چون دوست دارم و نمیخوام ازت دست بکشم به تلفن زدم. فقط به خاطر اینکه ازت بپرسم این یارو کی از جون تو چی میخواد که هر جا میری مثل سایه تعقیبت میکنه؟ تو از کجا میدونی؟ من همه چی رو میدونم. همه چی رو میدونی؟ نفهمیدم، مگه تو اونو میشناسی؟ مسئله تلفنی حل نمیشه، قرار بذار من تو رو یه جا ببینمت. بسیار خوب، برو تو پارک منتظرم باش. الان میام اونجا میبینمت. قول بده حتما بیای، من اونجا منتظر نذاری. قول میدم. متشکرم ایرج. فعلا خدافظ. خدافظ. اینجا چشم آقا، امری داری؟ وقتی خانم از حمام اومد بیرون بهش بگو من تا نیم ساعت دیگه بر میگردم. چشم آقا، میگم. میدونی فریده، وقتی فهمیدم که سرطان دارم تصمیم گرفتم خودم رو بکشم، اما چون شهامت این کارو در خودم ندیدم، به ناچار از مردی خواستم که منو بکشه. حتی بابت این کار میخواستم ثروتمو به نامش کنم. گوش کن فریده، وقتی که مریم فهمید من سرطان دارم هیچ به مریضی من اهمیت ندادم، بلکه تصمیم گرفت که یه لحظه منو تنها نذاره. منم بهش بیشتر علاقمند شدم، همونطور که تو به من علاقمند. که از این موضوع ناراحت نیستی هستی؟ نه، من هیچ وقت زن حسودی نبودم. اما حالا که تا چند ماه دیگه بیشتر زنده نیستم، دلم میخواد تو این مدت تا اونجایی که ممکنه بهترین زندگی رو بکنم. دلم میخواد تو که زن مهربونی هستی، تو این ماجرا بهم کمک کنی. مطمئن باش هر کمکی که از دستم بر بیاد به خاطر نجات تو کوتاهی نمی کنم. تنها خواهش من اینه که بری و از این مرد بخوای منو نکشه، فقط همین. تو داری گریه می کنی؟ چرا؟ حرف بزن. می دونی اون مردی که می خواد تو رو بکشه کیه؟ نه، اون مرد شوهر سابقمه. بهت گفته بودم
من از زندان آزاد بشه. حالا میفهمم برای چی تو رو ترغیب میکنه. اون میخواد انتقام منو از تو بگیره. اگه به قیمت جونم هم تموم بشه من نمیذارم، نمیذارم یه مو از سر تو کم بشه. تو واقعا منو با این کارت شرمنده میکنی؟ من رفتم. من نمیخوام بمیرم، میخوام بقیه عمرم رو خوش باشم. خوش بگذرونیم؟ باید این عارف رو به گور ببریم. هرچی بخوای بهت میدم، هرچی بخوای بهت، تو باید بمیری. برم. لعنت، کجا فرار میکنی؟ بایستا. من که تلفنی بهت گفتم که میخوام بخوشمه. نمیتونی از چنگ من فرار کنی. میخوشمه. نه. بایستا. نه. بایستا. نه. هرچه بری گیرت بیارم. شهر برسون. مگه اتفاقی افتاد؟ آره جونم در خطره. تو رو همه چی رو براتون بگم. خب زود باش سوار. خیلی ممنون. انتظار دیدن من نداشتی؟ آره، اصلا انتظار نداشتم تو رو اینجا ببینم. حالا که میبینی من اینجا هستم. چی میخوای؟ اومدم که بهم کمک کنی. گفتی کمک؟ چه کمکی؟ اومدم پیش تو به خاطر اینکه فقط تو میتونی مشکل منو حل کنی. ببینم،
یادت رفته اون روز که اومدم بدیدنت بهم گفتی دیگه نمیخوای من تو زندگیت باشم؟ به جای این حرفا ممکنه ازت خواهش کنم به حرفام گوش کنی؟ آره یا نه؟ ضرب المثل های قدیمی ها رو باید ترا گرفت. مثلی است معروف که میگن گذر پوست به دباخونه میفته. گوش کن چی میگم؟ من نیومدم اینجا که خجالتم بدی و زخم زبونای تو رو بشنوم. اگه نمیخوای به حرفام گوش بدی رو راست بهم بگو. دلم میخواد اینقدر زجرت بدن که از خودت متنفر بشی. اما حیف که من مثل تو بی چشم رو نیست. ببین چنگیز، من اومدم بهت بگم که دست از سر ایرج برداری. چی؟ چی گفتی؟ دست از سر اون وردارن؟ از تو به خاطر اون اومدی پیش من؟ زندگی من به خودم مربوطه، ولی چنگیز من این کار رو ازت میخوام. تو خیلی بی آبرویی زن. تو چطور از من میخوای که به اون کاری نداشته باشم؟ گوش کن چنگیز، تو اگه منو دوست داری و بهم علاقمندی، اگه میخوای بازم با همدیگه زندگی کنیم، بهم قول بده که دست از سر اون برداری. خواهش میکنم. از دوران بچگیم تا حالا خیلی زجر کشیدم، ولی زجری که تو به من دادی برام قابل تحمل نیست. تو به خاطر اون پسرای عوضی زندگیمون از هم پاشوندی. باور کن اون هیچ مقصر نیست. تو برای من همسر خوبی نبودی. من دیگه خسته شده بودم. هر شب تو خونه قمار رو مینداختی. من دلم نمیخواست اون مردای غریبه بیان تو خونه من. تو که از روز اول میدونستی من چه جور آدمی هستم. چرا با من ازدواج کردی؟ تو که میدونستی من نمیتونم رفقامو ول کنم. تو کاری کردی من بیفتم زندون که ازم طلاق بگیری تا بتونی راحت و بدون سرخر با اون پسر خوش باشی. مزخرف نگو، من همه چی رو تحمل کردم که تو آدم بشی، ولی نشدی. آدم نشدم؟ اون روز که از زندان آزاد شدم و اومدم پیش تو، تصمیم گرفته بودم همه چیزو بذارم کنار. اما تو تغییرم نگرفتی، درسته؟ آره کاملا درسته. بی احترامی کردی و من از خونت بیرون کردی. اومدم اینجا اسکت و زج کش کنم. نه خواهش میکنم این کارو نکن. هر بلایی میخوای سر من بیاره، اما به اون کاری نداشته باش. منو بکش، من نمیتونم زج کشیدن اونو تحمل کنم. اون انقدر برات عزیزه؟ آره این داره قطره قطرش میکنم. گم شد. هم خیلی خوبه، شانس آوردیم. ابجی یادت میاد چند سال پیش اینجا زمین متری چند بود؟ یادش بخیر. آره اون طرف متری 30-40 تومن بود، این طرف متری 60-70 تومن. جدا خرید کردیم؟ نه خریدیم. واقعا که خیلی خرید. احمد خان آدم عاقلی بود که اون موقع اینجا کلی زمین خرید. شوهر عفت آره خانم، شوهر عفت خانم رو میگم، حالا اگه بخواد بفروشه دست کم متری 500 تومن ازش میخرن. آره بعضی هم نه خیلی میخرن. بله به جون داداش، هر کدوم از بچه‌هاش یه ماشین زیر پاشون. اون وقت منو 4 تا بچه بزنم بعد تو این گوتی کبریت بشینم. ولی به کوری چشم احمد خان 4 تا چرخ تریلی میندازم زیرش. همینجاست داداش، همینجا. تو پیده نشی یا بذار من چهار کلمه با این جوره حرف بزنم. موزه سو هر کی زنگ زده آدرس عوضی اومده، حتما اینم یکی از اوناست. بفرمایید تو دمی در بده. بفرمایید علیک سلام آقا. بفرمایید ایرج خان هستن یا نه؟ نه خیر، با خانم رفتم پلاژ. پلاژ؟ بله بفرمایید تو. اگه اومدن بگو دایی مریم و مادرش اومدن دنبالتون. اگه برگشتن بهشون میگم دوباره برگردم به پلاش. یادت نره با بروی چشم. ما الان داریم میریم پیششون. بروی چشم. کجایی؟ چی شد؟ رفتن مثل این که پلاش. اه جدی؟ آره بهتر بریم اونجا ببینیمشون. ما یه پایه ها بودیم. ای داداش بریم را بیا ببینم. این دستنگه باز گم شد. کسی پشت نباشه. مریم اونو خیلی دوست داره. پسر خوبیه. خب دیگه قسمتش. کاش که من دختر بودم. امیدوارم خوشبخت بشه. شانس آورد مریضیش علکی بود. آره وگرنه بچه‌م از قصه دغمرد آره شده بودش. یعنی آبجی دره ببن. خیلی خوب میدردم ماشینو.
من شما رو با هم میبینم دود از کلش بلند میشه. مردن از بس دویده چیچی رو مردی ها بیراه به این همباری و صافی یه خورده بوده لاغر بشید. خب چرا؟ میخواد به خاطر من از تو انتقام بگیره. حالا چی کار میکنه؟ من هنوزم با تو دوست هستم. یه جای مخفی بشی. مریم تو هر طور شده ایرج از اینجا ببر. کجا برم؟ اینجا نمون برو. اون آدم یه دنده یه هر کاری بگه میکنه. اون اگه تو رو پیدا کنه میکشدت. من به پاسگاه تلفن کردم و بهشون اطلاع دادم. نکن شوخی کرده. اون شوخی سرش نیشه. داداش مرگ تو دیگه دارم از نفس میوزم. بله نمیرسی. ایه کو که برسی. فندی مواظب خودت باش. کجا فرار میکنی نامرد؟ باید ببینم کی تیراندازی کرد؟ یه مرد از اون طرف رفت. بیای باید ببینم نشو میدم میکشمه. تو یه قاتلی. برم کار منو بهت نشو میدم. چه صفر تو پس فتره جان. آب خدای من خواهد میکنم. چطور میکنم؟ میکشم. بی حرکت از جاتون تکون نخورید. بلنشید بلنشید بلنشید. این موزن رو با کیرزا راست میگه سرکار این قاتله. بلنشید باید بریم پاسگاه. رسیده بودید داداش. آخی